بینندگان عزیز، با سلام به شما. کانون آوا تقدیم می کند. طبق معمول هر جمعه ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن پایتخت آمریکا و نیویورک شرق آمریکا با شما هستیم. امروز خیلی خوشحالم با آقای عیسی آزاده هستیم از پاریس. آقای عیسی آزاده ای که از فرماندهان و مسئولین سابق سازمان مجاهدین خلق بودند که امروز در 3-4 مورد قرار هست با من و شما صحبت کنیم، چه در حین برنامه ها، چه در روزهایی که این برنامه ها به صورت بازپخش تکرار میشه. شما میتونید تماس بگیرید و این دوستان درست برعکس سازمان مجاهدین که با هیچ کس جوابگو نیست، اینها جواب دادند و خواهند داد و نظرات شما را هم با گوش جان میشنوند. آقای آزاده سلام به شما، امیدوارم که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتری در انتظارتون باشه و بریم با هم نگاهی بندازیم به ریشه فرقه گرایانه سازمان. آیا سازمان از بد به تأسیسش فرقه بود یا بعد به فرقه تبدیل شد؟ این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم بفرمایید. با سلام خدمت شما آقای سردی و سلام خدمت بینندگان عزیز در هر کجا که تصویر ما رو می‌بینند. در ابتدای صحبتم همونطور که شما گفتید، در رابطه با اینکه سازمان مجاهدین از ابتدا یک فرقه بوده یا اینکه توسط رجوی به انحراف کشیده شده، می‌خوام صحبت کنم. ابتدا ضروری است که به تاریخچه و شرایط اجتماعی سیاسی دهه 40 شمسی اشاره کنم. سازمان مجاهدین خلق در سال 1344 شمسی توسط محمد حنیف نژاد، سعید محسن و عبدالرضا نیکبین معروف به عبدی تأسیس شد. یک سال بعد، یعنی در سال 1345، علی اصغر بلیزادگان به این جمع 3 نفره اضافه شد و عملا بنیانگذاران سازمان 4 نفر شد. مرحوم نیکبین در سال 1347 از تشکیلاتی که خود یکی از پایه‌گذاران آن بود جدا شد. با این همه، به دلیل نقش و حضور فعالی که وی در بنیانگذاری مخصوصا حضور پررنگش در تعلیمات اولیه این گروه تازه تأسیس داشت، ماجرای جدایی او جایگاه ویژه‌ای در تاریخچه سازمان داره. میتونم بگم نخستین فردی که از این سازمان جدا شد، یکی از بنیانگذاران این سازمان که کمتر روی این موضوع بحث شده و جایی این موضوع تا به حال باز نشده. دلیلش هم اینه که رجوی نمیخواست کسی از چندچون ماجرا و داستان بنیانگذاری و جدایی مرحوم نیکبین کسی متوجه بشه. متاسفانه آقای نیکبین در یک شنبه اول مرداد 1396، 23 ژوئیه 2017، در اثر ابتلا به بیماری سرطان در تهران درگذشت. نیکبین متولد 1321 در مشهد به هنگام مرگ 76 ساله بود. در سال 1344 او یکی از 3 عضو مؤسس و بنیانگذار تشکیلات مخفی بود که 6 سال بعد نام سازمان مجاهدین خلق بر اون گذاشته شد، یعنی در سال 50. نیکبین علاوه بر عضویت در گروه مؤسس، در 3 سال نخست یکی از 4 عضو مرکزی گروه بود. بر اساس روایت رسمی، در واقع بیانیه 12 ماده‌ای
تنظیم شده توسط رجوی در سال 1355 در زندان اوین. رجوی اونجا منکر آقای نیکبین شد و اعلام کرد که سازمان مجاهدین توسط محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اسخر بدادگان در سال 44 بنیاد نهاده شده. اما واقعیت اینه گرچه دو نفر اول و بخصوص محمد حنیف نژاد نقش تعیین کننده داشتن، اما نفر سوم نه اسخر بدیزادگان بلکه عبدالرضای نیکبین روسری معروف به عبدی بود. بدیزادگان یک سال بعد از تأسیس در سال 45 به این جمع سه نفره پیوست. سید محسن در بازجویی های ساواک در شهریور 1350 می نویسه از همون اوان کار ما خودش به حنیف نژاد با یکی از نهضتی ها به نام نیکبین آشنا شدیم. مطالعات وی کمک فراوانی به بالا بردن ما داشت. آقای نیکبین با من از دوره دانشجویی سابقه رفاقت داشت و در کوی دانشگاه من او را میشناختم. بعد از شروع کار ما در تابستان 44 با همدیگه ارتباط برقرار کردیم و به خانه همدیگه رفت آمد داشتیم. سید محسن ادامه میده از لحاظ مطالعات اقتصادی نیکبین نسبت به ما جلو بود و من و محمد حنیف نژاد در این مورد از وی استفاده های زیادی کردیم. در واقع به نقل از بازجویی های سید محسن در سوات، به نقل از کتاب سازمان مجاهدین، مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام. سید محسن توضیح میده که اغلب کتب آموزشی گروه تازه تأسیس که تا سالهای بعد هم نامی نداشت توسط عبدالرضای نیکبین یا عبدی تنظیم شده است. این چهار نفر مؤسس سازمان قبل از اینکه این تشکل رو تشکیل بدن و یک جریانی رو ایجاد درست به صدا سازمان بدن، در بخش جوانان نهضت آزادی و مسلمان و خیلی هم مقید به فقه شیعه در اون زمان بودن. هر چهار نفر این بنیانگذاران دیدگاه کاملا مذهبی، اونم با فقه شیعه و با روحانیون معروف اون دوران من جمله مرحوم آقای طالقانی ارتباطات بسیار گسترده‌ای داشت. عملا باید بگیم که یک جریانی با دیدگاه اسلامی، با تفکر شیعی از جنبش شیعه که اون زمان اساساً در دیول و کنترل آخوندها بود منشعب شد، جدا شده. این جریان در ابتدا حتی تا سال 50 اسمی نداشت. بعضاً مثلا فرض کنید که ساواک اون زمان مثلا اسم داشته بود، روشن هستن، مارکسیست های اسلامی، منظورش همین به اصطلاح مجاهدین بودن، همین اون زمان چیز بنام مجاهدین وجود نداشت، و یا سازمان آزادی بخش ایران. فکر کنم مارکسیست های اسلامی رو شاه و اطرافیانش به اصطلاح بهشون گفتن، نه؟ بله. آره، شاه و اطرافیانش. در واقع من اون زمان دو تا جریان در واقع فعالیت به اصطلاح مسلحانه رو تبلیغ میکردن. یکی در واقع سازمان چریکهای فدایی خلق بود که کاملا مشخص بود مارکسیستن،
یکیش هم در واقع همین سازمانی بود که اسم نداشت که به اینا میگفتن در واقع مارکسیست اسلامی، منظورش اینا بود که در واقع شاه و بعد دیگه تو تبلیغات ساواک و اون مأمور امنیتی ساواک. این سازمان تا سال 50 اسم نداشت توی تمام بازجویی ها و بر اساس اسناد مدارکی هم که وجود داره فقط اون زمان اعضا و در واقع مسئولین اون زمان میگفتن سازمان. بعدن رضا رضایی این اسم رو برای سازمان انتخاب کرد و همچنین این آرمی که الان وجود داره، آرم سازمان، این آرم در واقع توسط رضا رضایی طراحی شده که در واقع بر اساس مشابهت هایی که وجود داره به نوعی متأثر از آرم سازمان شریفای فدایی خلق هم هست. خب آقای آزاده، چون شما از آرم و پرچم و اینها صحبت کردید، اجازه بدید که انتقاد این دوستمون رو هم براتون بخونم. آقای مهدی راستین نوشته که بهتر بگید شیعه‌ای که با فکر مارکسیستی خلق شد. ما چیزی به نام جنبش شیعه نداریم که فرقه رجوی سردمدارش باشه. بعد ایشون نوشته که همین طراحی پرچمشون نشون میده این گروه چه گروه آدمخواری بوده، گروهی که با ترور کردن زنده موند. دوستان دیگه هم آمدن مثل آقای موثقی که بهشون سلام میکنم و میگن که آقای بیدی هم، احسان بیدی هم اینجا هستن، میگن که سلام به مهمان عزیز آقای سوربی. آقای موثقی میگه آقای عیسی آزاده از مسئولین سازمان مجاهدین و از فرماندهان ارتش آزادی بخش بودن. من خودم در سال 1370 تحت مسئولیت ایشان بودم. آقای رزاقی هم به شما سلام میکنن، من هم سلام متقابل به این دوستان. از دوستانم خواهش میکنم خودشون رو محدود کنن به یک یا ماکسیموم دو بار کامنت تا دیگران هم بتونن بنویسن و نوشته های همه روی فیسبوک بمونه. نظر شما درباره این آرم چیه؟ روزی که شما جوان بودید و این آرم رو دیدید، توضیحی که اونها دادن برای شما چی بود یا چه چیزی رو در ذهن شما به اصطلاح مجسم کرد که رفتید و به سازمان پیوست؟ با تشکر تقدیر از دوستانی که لطف کردن، منم خدمت همشون عرض ارادت و احترام دارم. خدمت شما عرض کنم من و امثال من در واقع جوانانی بودن که بعد از قیام 1357 و سرنگونی سلطنت پهلوی یک پتانسیلی در جامعه ایجاد شده بود به طور خاص در قشر جوان و در قشر دانشجو و دانش آموز اون دوران و حتی در بین کارگران. شرایط سال 57 و 58 یه شرایط خاصی بود. همه شور و هیجان انقلابی داشتن، همه در واقع دنبال محقق کردن عدالت اجتماعی بودن، هر کدوم با تفکراتی. خب یک سری که خب رفتن دنبال جریان‌های مارکسیستی و آمال آرزوهاشون برای محقق شدن عدالت اجتماعی رو از اون طریق میاد. یه عده هم رفتن در واقع به سمت حاکمیت، یه عده هم جوانایی بودن که مسلمون بودن رفتن به سمت یک جریانی که مدعی بود در واقع دنبال برقراری عدالت و قسط اسلامی و همچنین ایجاد جامعه بی طبقه توحیدی که هیچ استثماری در جامعه وجود نخواهد داشت. خب اینا خیلی شعارهای الان ممکنه یه مقداری زیاد خریداری نداشته باشه، ولی در اون
زمان اینا هر کدوم خیلی سنگین بودن، شغل خیلی زیادی داشتن. خب طبعا منم رفتم به سمت سازمان مجاهدین که در واقع داعیه اسلام و اسلام انقلابی، اسلامی که برای نفی استثمار کاری. در رابطه با آرم سازمانم، خب آرم سازمان در واقع نشأت گرفته از اون دیدگاه و ایدئولوژی که حاکم بر این جریان وجود داره. توی این آر خب یک سری سمبول های وجود داره که این سمبول ها در واقع در آرم جریان های مارکسیست و کمونیست هم وجود داشت. به اضافه یک سری سمبول های هم، حالا یه آیه از قرآن هم در حاله این مثلا آرم هست و شاخه زیتونی هست، به اضافه سلاحی هم وجود داره و یک سندان و در واقع یک مشتم هست، یک مشت گره کرده، یک داس هم هست. بله، که این در واقع میخواد بگه که ما مسلمانیم، معتقد به در واقع مبارزه مسلحانه هستیم، ولی با صلح و دوستی هم موافقیم. هر کس به سمت ما دست صلح و دوستی دراز کنه ما در واقع استقبال میکنیم. از کارگر و کشاورزم به عنوان دو تا نیروی بالنده، در واقع به عنوان نیروی بالنده پیشتاز در واقع دفاع میکنیم. این در واقع حالا ما بحثمون تشریح آرم نیست، ولی واقعیتش این. بنابراین در ادامه بحثمون که داشتم در واقع توضیح میدادم که این سازمان در ابتدا چگونه تأسیس شد و شرایط حاکم بر این سازمان چی جوری بود در اون دوران و بعدن چی شد و الان در چه وضعیتی است صحبت میکردیم. بر اساس فاکت ها و نمونه های قبل از انقلاب سلطنتی، مناسبات داخل سازمان که در واقع دیگه اون موقع شناخته شده بود به عنوان ابتدا به عنوان جنبش ملی مجاهدین، بعدش هم به عنوان سازمان مجاهدین، در واقع بر اساس همون اصول و چارچوب هایی بود که بنیانگذاران تدوین کرده بودن که به صورت جزوه و کتاب بود و به ما آموزش می دادن. مثلا می گفتن آقا مناسبات بر اساس سنترالیزم دموکراتیک، اصل انتقاد پذیری در سازمان بالا و پایین و مسئول و غیر مسئول نمی شناسه، هر فردی در هر جایگاهی باشه حق داره به هر مسئولی در هر سطح و مداری انتقاد کنه ولو رهبری. یک بار من یک مورد اینجا یک داستانی برای شما تعریف میکنم که به اصطلاح بدونیم اون زمان یه مقدار یه تأثیر عینی پیدا کنه. یه بار، البته چندین بار، رجوی در یک جلسه عمومی که بعدها توسط در واقع مسئولین هم همه جا توی جلسات مطرح می شد، یک مثالی زد از در واقع کارکرد رهبر، عنصر رهبر و بالاترین فرد و بالاترین مسئول. می گفتش که با کلی مشکلات امنیتی و با انبوه مسائل مشکلات، آقای حنیف نژاد به تبریز سفر کرد که اونجا به یه سری از کادرهایی که در واقع به صورت متمرکز در یک خونه تیمی بودن آموزش بده و با اونا کار کنه. وقتی که حنیف نژاد وارد اون خونه میشه متوجه میشه که این خونه به شدت کثیف هست و مشخصا سرویس و دستشویش بسیار کثیفه و وضعیت درستی نداره. افراد جمع میشن توی اتاقی که در واقع حنیف نژاد برایشون نشسته آموزش بذاره و صحبت کنه بس کنه. خب در واقع از
رهبری بوده که با کلی مشکلات امنیتی به تبریز اومده. برخلاف اون تصوری که افراد داشتن، حنیف نژاد میره وارد عموم دستشویی میشه، شروع میکنه اونجا رو به نظافت اساسی کردن و حسابی کل خونه و اونجا رو نظافت میکنه تا اینکه در واقع وقت تموم میشه و بعدش هم میگه خداحافظ من رفت. افراد میپرسن که خب چی شد این همه راه و این همه مشکلات امنیتی اومدیم اینجا با آقا جلسه بذاریم، نشست بذاریم، ما رو توجیه بکنیم، موضوع چی شد؟ میگه که آموزش شما همین کاری بود که من کردم. به هر حال منظورم حالا اینا رو میگم برای اینکه بعدا مقایسه بکنیم با رجوی. میخوام در اینجا بگم که سازمان مجاهدین از ابتدا یک فرقه نبود. سازمان مجاهدین مبتنی بر اصول و چارچوب‌هایی بود که چهار نفر بنیانگذار اولیه ایجاد کرده بودند. دقایق به اونها هم اعتقاد داشتن، اجرا می‌کردن و استثناء وجود نداشت. در تمام برنامه‌هایی هم که در اون زمان وجود داشت، چه در کوهنوردی، چه در مثلا آداپتاسیونی که اون زمان افراد می‌رفتن در کورپسونه‌ها کار می‌کردن و در نقش کارگر، و چه در جلسات و نشست‌ها و خانه‌های تیمی، در واقع رهبر به عنوان یک تافته جدا بافته از دیگران وجود نداشت که برای خودش یک کپو و بارگاهی داشته باشه و یک دبدبه و دبدبه‌ای داشته باشه و بخواد برای خودش یک سری کارها بکنه. چنین چیزی وجود نداشت. ای کاش آقای رجوی هم یاد گرفته بود از ایشون. آقای آزاده ببخشید چون من اطلاعات زیادی ندارم از شما سوال میکنم، بعضی وقتا گفته میشه که سازمان مجاهدین کپی سازمانهای آزادی بخش از کشورهای دیگه است، هیچ وقت در این مورد صحبتی شده بود یا این چهار نفری که تأسیسش کردن دوره آموزشی دیده بودن توی سازمانهای دیگه من جمله فلسطین؟ البته این اون زمان نخیر، اون زمان چون برنامه فلسطین و رفتن به فلسطین اساسا در میگرده به سالهای بعد از سال 47 و 48، یعنی در واقع 47 و 48 شمسی. اینها افرادی بودند که از همون به سال دوران دبیرستان و دوران دانشگاه همشون آدمای مبارز انقلابی، من منظورم الان به سال بنیانگذاران سازمان مجاهدین و مسلمان بودن، مطالعات خیلی گسترده‌ای داشتن. افرادی بودن که در واقع میگفتن مبارزه رفرمیستی، یعنی اون چیزی که مهندس مرحوم مهندس بازرگان دنبالش هست، اون پاسخگوی جامعه ما نیست. بنابراین خب چون ما مسلمانیم باید یک سازمان مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی ایجاد کنیم، بعدش هم با مبارزه رفرمیستی نمیشه شار و سرنگون کرد، باید مبارزه به صورت قهرامیز باشه. البته اون زمان الگوهای خیلی زیادی وجود داشتن برای تمام در واقع روشنفکران و جریانات سیاسی که در خاورمیانه بودن که از اونها متاثر بودن، من جمله مثلا مبارزات کوبا، من جمله مبارزات مردم ویتنام، من جمله در واقع کاراکتر و کاریسمای چگوارا، مبارزات جنبش آزادی بخش فلسطین، مشخصا اون چیزی که در واقع همواره سازمان به عنوان برادر بزرگ و در واقع خدنده اصلی و راهنمای مسیر ازش یاد میکنه توی در واقع جنگ آزادی بخش به اصطلاح خودش، جنبش الفت مرحوم عرفات است. بنابراین سازمان رو رجوی منحرف کرد. به نظر من بدترین ضربه در تاریخچه سازمان و بدتر از حتی ضربه اپورتونیست های سال 54
ضرباتی بوده که رجوی به این سازمان وارد کرده و امید و اعتماد و پرپر کرد. بالاترین خیانت به امید و اعتماد هزاران هزار جوانی بودند که به این سازمان پیوستند. اما متاسفانه این رهبری خودشیفته به این شخص بقایت دکتاریست به همه این اعتمادها خیانت کرد. رجوی تمام اصول چارچوبها، تمام قوانین تعریف شده تشکیلاتی رو به نفع خودش تفسیر و رأی کرد، همه رو لگدمال کرد. توضیح میدم، اصل انتقاد و انتقاد از خود یک ارزشی هست در تمام احزاب سازمان ها. اما رجوی کاری کرد که کسی جرأت نکنه با او، نه با او، به مسئولین بالای سازمان هم انتقاد. انتقاد به رهبری این سازمان همانند شک کردن به خدا در درون تشکیلات همین الان هست. اصلا کسی نباید چنین چیزی به مخیلش و به ذهنش برسه که بخواد به رهبری انتقاد کنه. خب کجا قبلا چنین چیزی بوده؟ این نشون دهنده اینه که ما میگیم فرقه، چون فرقه که همینجوری خلق و سعاکی ایجاد نمیشه. یه سازمانی بود با یک سری ارزش ها، با یک سری چارچوب، با یک سری پرنسیب ها، که یک پروسه ای رجوی که در واقع به ناحق رهبری این سازمان رو ربود، این ارزش ها رو از بین برد. اعضا و بدنه سازمان در بدترین شرایط در عراق زندگی میکردن. من عراق و شاخص قرار میدم چون در واقع ظرف مکانی اصلی این فرقه در حدود 3 دهه عراق بوده، چون به طور واقعی از سال 1361 دیگه تمام در واقع مسئولین، اونایی که نتونستن به اروپا و خارج برن، خب وارد منطقه کردستان شدن. خب منطقه کردستان که یه بخششون زمان دست احزاب کردی بود، بچه هم یواش یواش اومدن وارد فشارهایی که جمهوری اسلامی وارد میکرد، اینا در واقع کوچ کردن به سمت در واقع منطقه کردستان عراق که معروف منطقه کردی عراق بودن. یعنی در واقع از سال 61 شما حساب کنید که دیگه تا سال در واقع 1395 که دیگه کل این جریان از عراق اخراج شد، خب اینا در عراق بودن نزدیک به 30 و چند سال. به همین خاطر توی این بحثم من اساسا ظرف مکانی عراق رو میگم. واقعیت اینه که اینو تمام دوستان جدا شده میدونن، همه افرادی که الان توی آلبانی در کمپ های این فرقه مستقر هستن میدونن در بدترین شرایط ما زندگی میکردیم. در تابستون در عراق گرما میرسید به 60 درجه، زیر آفتاب به 65 درجه 67 درجه میرسید. همیشه به جای بارون از آسمان عراق اونجا خاک میباره. 67 درجه سانتیگراد. بله بله. با فارنهایت اشتباه نشه. بله بله. نه 67 درجه سانتیگراد. با اون وضعیتی که در بدترین شرایط ما زندگی میکردیم، ما بزیمون اونجا در چادرهایی که ما بودیم، چادرام چادرهای اهدایی بودن که اون زمان در واقع الفت به سازمان، با کولر آبی که اصلا نمیشد اونجا نفس کشید. ولی رجوی همواره در هر کجا که بود، در هر مقری که برش ساخته بودن، حتی مقرات فرعی، بهترین امکانات داشت.
مثلا در یک مدتی در اشرف اونجا در واقع محل استقرارش بود، یک بهشتی در اون پادگان برای ساخته بودن که همه امکانات از استخر شنا تا کلیه امکانات رفاهی و سرمایشی و گرمایشی که لازمه اون منطقه بود براش مهیا کرده بودن. تازه اینایی که من میگم مربوط به کی است، اینا همه مربوط به سالهای 66 و 67 است. بعدن که دیگه کاخهای رجوی باید با کاخهای صدام پیادشون کرد. آقای آزاده ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم، شاید اینجوری یه استراحت یک دقیقه ای هم شما بگیری. دوستان نوشتن که کلن نیروهای فرقه رجوی تحصیل کرده و آگاه بودن. اینو آقای سید یوسفی نوشته. آیا سازمان کتاب و یا نوار و غیره جهت رشد افکار اینها در اختیارشان میگذاشت یا بایکوت میکرد، یا شما رو به اصطلاح در یک حصار و در یک جای نگه میداشت تقریبا مانند شستشوی مغزی، فقط چیزایی که خودشون میخوان به شما بگن؟ در واقع در فاز سیاسی، یعنی تا قبل از 3 خرداد 1360 در داخل ایران، اونجا به صورت تیمی ما مطالعه میکردیم. مطالعه هم که میکردیم مطالعه در واقع سمت سو مشخص شده بود. مثلا سرمقاله نشریه مجاهد رو باید حتما به صورت جمعی میخونیم، اجباری بوده. مثلا بیوگرافی و زندگی نامه شهدای سازمان در زمان شاه رو باید میخوندیم. مثلا اقتصاد به زبان ساده رو باید میخوندیم. کلاس‌های آموزشی که اون زمان رجوی در دانشگاه شریف برگزار میکرد تحت عنوان تبیین جهان، نوارهای ویدیویش و صوتیش و جزواتش میومد، ما اینا رو باید میخوندیم. فقط در چارچوب همون چیزایی که تشکیلات برامون مشخص کرده بود. در کی؟ در تا سال 1360 در داخل ایران. پس یه نوع سانسور بوده در ایران. سانسور مطلق. بله. خب حالا اجازه بدید چون جمعه هست یک کمی یه چیزی رو براتون بگم که تقریبا حالت جوک داره. این دوستمون تبدیل کرده اون 60 و چند درجه سانتیگراد، چون من خودم تو اهواز که خدمت کردم روزی که 40 خورده یا نزدیک 50 شد چندین نفر فوت شدن توی اون خیابونای اهواز، و این دوستمون نوشته که 67 و اینها میشه تقریبا 160 درجه فارنهایت، و میگه در کار آشپزی وقتی میخوان یه چیزی رو بپزن مطمئن بشن که هنوز به اصطلاح خام نیست که وقت مسموم بشیم، میگن که اگه به 160 رسید این پخته شده. من ناخودآگاه یادم به این شعر خیام افتاد که خام بودم پخته شدم سوختم. به نظر میرسی که شما جوانهای خامی بودید اونجا پخته شدید. خیلی خوشحالم قبل از اینکه سوخته بشید بالاخره راهتون رو پیدا کردید. این دوستان هم ممنونم ازشون که با ما همراه هستن و گاهی لبخندی بر لب ما هم میارن. خب بفرمایید که فقط کتابایی رو که اونها میگفتن و این به اصطلاح در اختیارتون میذاشتن شما میتونستید بخونید؟ بله بله، همه چیز کاملا مشخص شده، با چارچوب مشخص، مطالعه به صورت جمعی، به صورت تیمی، یک نفر به عنوان سرتیم، بعد مقالات مشخص شده، اینا رو میخوندیم. اینطوری نبود که هر کسی بره هر کتابی تو کتابخونه خواست دلش خواست بره بخره و اینا. یعنی خیلی با حساب کتاب. آقای سروی در سال 1359 از تک تک مجاهدینی که تشکیلاتی بودن در اون زمان، از همه این افراد تشکیلات وصیت‌نامه گرفت. یعنی دیگه اون زمان، یعنی در سال 1300، تمام دوستانی که اون زمان تو این سازمان بودن یادشون هست، از همه افراد وصیت‌نامه گرفت، گفت دیگه از این لحظه به بعد شما چریک هستید، عمر چریک هم 6 ماه است دیگه، به خاطر همین همه وصیت‌نامه‌هاشون رو می‌نویسن. ها
حالا همین یه ذره مطالعه هدایت شده ای که ما در داخل داشتیم، وقتی که اومدیم عراق دیگه همه چیز فریز شد تا همون سال دیگه مطالعه تمام. هر از گاهی مثلا فرض کنید که یه مقاله خاصی بود، بعد از ظهر جمعه ای که وقت آزاد در اختیار خود آدم بود، اینم میگرفتن تو عراق، میگفتن که مثلا سرمقاله فلان یه مدت اینجا یه نشریه در میومد به نام ایران زمین، سرمقاله ایران زمین یا فلان مقاله مثلا فلان نویسنده شورایی، اونو به صورت جمعی بخونه. نه مطالعه خبری نبود. یه مدت کتاب خونه بود، یه سری کتاب ها بود، ولی کتاب هایی بود که در واقع عمده تر کتاب های سازمان بود و یک تعدادی مثلا قرآن و نهج البلاغه و همین کتاب هایی که مربوط به کبیر جان رجبی بود دیگه، کتابی که در واقع یه دستمایه فکری به آدم ها بده وجود نداشت. اون دوست من گفتش که تمام اعضای این سازمان های سیاسی من جمله مجاهدین همشون آدم های تحصیل کرده بودن، واقعیت بود، چون اون زمان همه یا دانشجو بودن یا دانش آموز، یه مقدار تعداد معدودی هم مثلا خاصان کارگرایی پیوسته بودن اینجا. ولی این جوانان، این دانشجوها، این دانش آموزا، اینایی که اون زمان روشنفکر و باسواد بودن، دیگه روشنفکری و سواد اینا از وقتی که دیگه اومدن پاد در تشکیلات سازمان به صورت حرفه‌ای گذاشتن دیگه تمام شد، دیگه در واقع در همون نقطه فریز شد. ادامه بدیم بحثمونو. خیلی ممنون. قسمت دومی که در فلایر یا پوستر هم نوشته شده بود این هست که بحث زندان و شکنجه در فرقه رجوی آیا داغ و درفش و شکنجه از سال 1372 در فرقه رجوی ابداع شد یا اینکه از سال 1362 بوده است؟ من از این بحث قبلی یه چند تا موضوع بونده اینا رو جمع میکنم بعد چشمم قسمت دوباره. ببخشید من فکر کردم اون بحث تموم شده، پس من در اینو به اختیار خودتون میذارم که خودتون هر جوری که خواستید به اصطلاح سکان این کشتی در اختیار شماست. رجوی به اندازه کیش شخصیت داره که تو عراق جا انداخته، به جای این که بگین ما در واقع اعضای سازمان هستیم، گفت هر کجا که از شما سوال چیزی کردن بگین ما جماعت رجوی هستیم. حتی به در واقع افرادی که در تشکیلات فرقه در پاکستان، ترکیه یا امارات هم بودن تو کشورهای خلیج، خلیج فارس، اونجا هم بهشون، به هر کدوم من جمله به خود من هم یه عکس پرس کرده داده بودن از رجوی، گفته بودن هر کجا گرفتن گرفتن این عکس پرس کرده رو با عنوان کارت شناسایی تو نشون بدید، بعدش هم میگین ما جماعت رجوی هستیم. یک کودتایی در سازمان صورت گرفت تحت عنوان در واقع انقلاب ایدئولوژیک، همین که در واقع این خانم مریم خجل از اون شوهر اولش مهدی ابریشمجی جدا شد و بعد با رجبی ازدواج کرد، اسمشو گذاشتن انقلاب ایدئولوژیک که منجر شد به طلاق‌های اجباری، که در واقع این یک کودتایی بود که در فرقه جمع. در واقع یک چیزی دیگه تو سازمان، یک دفعه از صبح از خواب بیدار شدیم رفتیم صبحگاه، دیدیم که قبل از شروع صبحگاه یا شامگاه اونجا میخوندن به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران برنامه صبحگاه امروز دوشنبه فلان فلان، ولی یک دفعه دیدیم که ایداد بیدار یک چیز دیگه هم اینجا اضافه شده، به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران و به نام مسعود و مریم رهبران عقیدتی هم. این که مسئولین دست در واقع کادر و بدن و مسئولین سازمان که نمیان همچی چیزی رو ایجاد بکنن که بیان موقع صبحگاه آدم ها بخونن، که خب این وقتی که دستور رهبری نباشه، خط رهبری نباشه، من کسی جرأت داره تو سازمان دست به سیاسی فید بزنه؟ من کسی جرأت داره آب بخوره تو سازمان بدون ایجاد درجه؟ اصلا تشکیلات یعنی همین. خب این بیانگر چیه؟ غیر از اینه که این در واقع
نمودها و کارکردها یه فرقه است، هر فرقه یه مدلی کارکرد داره. فرقه هایی که تو آمریکا هستن یه مدلی هستن، فرقه هایی که توی شرق آسیا هستن، منطقه هندوستان و اون طرف ها هستن یه مدلی، اونایی که در واقع تو خاورمیانه و شمال آفریقا هستن یه مدلی. این فرقه که در واقع ریشه و پایش به ایران برمیگرده این مدلی شد. یه شعاری بود در زمان شاه، میگفتن خدا شاه میهن. در واقع این به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران هم و به نام مسجد مریم هم هیچ تفاوتی با اون شعاری که به عنوان خدا شاه میهن میگفتن نداره. تازه این مربوط به یه شخصی است که هنوز به قدرت نرسیده، هنوز در واقع به قول خودش در تبعیده. این شستشوی مغزی افراد، کنترل ذهن مستمر افراد، اینو در سازمان رجوی ابداع کرده، چنین چیزی وجود نداشت. جوس و ماده تول مواد تمام این نشستهای شستشوی مغزی، تمام این کنترل ذهن که به صورت 24 ساعت و 7 روز هفته افراد کنترل میشن، اینها تماما در واقع ابداع شخص رجوی. همین که الان توی فرقه معروف هست و عملیات جاری، و یا مثلا بهش میگن عملیات جاری، یعنی هر تنها هر مسائل مشکلاتی که داشتی بیای اینا رو بیان بکنی که تشکیلات بفهمه تو امروز در چه وضعیتی بودی، نرمال بودی نبودی. در واقع این همواره باید وضعیت شما رو بفهمن که الان شما سینوس شما تو چیه نقطه هست. اون غسل هفتگی که میگن بالاخره زن یا مرد روزانه با یه سری افکاری برخورد میکنه، با یک سری موضوعاتی برخورد میکنه، هر چیزی که بار جنسی داشته باشه خب اونا رو باید مطرح کنی. یه چیز خیلی عجیب غریبی که یکی چند تا از این دوستان آلبانی برام نوشته بودن، واقعا اینو دیگه فکر نمیکردم اینطوری بود. یکی از دوستان نوشته بود، گفته بود که یه روز با هم داشتیم با مسئولمون تعدادمون 7 نفر داشتیم میرفتیم، رفتیم توی یه پارکی، بعد از اونجا رفتیم کنار یه ساحلی بود، برگشتیم اومدیم از طور خیابون، تو مسیرمون کنار ساحل تو پارک با یه تیرالی خانم و دختر بی‌حجاب و با هم جامعه آلبانی مواجه شدیم. تو بلا فاصله دم اولین پیچ خیابون که رسیدیم دیدیم مسئولمون استوب زد، گفت باشتیم ایستادیم، گفتش که خب حالا هر کدومتون تک به تک در لحظه بگین وقتی که اون خانم‌ها رو دیدین در ذهن شما چه گذشت. اسمشو گذاشتن غسل هفتگی در لحظه، یعنی بیان تناقضات جنسی در لحظه. واقعا این دیگه آدم اینو نمیدونه کجا بذاره، به کی بگه. اصلا شاید بعضی اصلا از این موضوع اصلا دچار بهت و حیرون میشه، حیرت میشه، واقعا آدم حیران میشه این چه تشکیله. میترسی این نفرات بیان بیرون، مثل اینقدر در واقع اینا شکننده هستند که در برخورد با یه خانم، با یه زن، با یه فرد جامعه عادی متزلزل میشه و فردا از تو جدا میشه. خب تو چه تشکیلاتی هستی که فردا میخوایی بری با اینا سرنگون بکنی گرد جیمی رو؟ در واقع اینا خودش میگه در واقع این مردان مجاهد به عنوان گوهران بیبدیل هستن، یعنی گوهران درخشانی هستن، یه دورایی هستن که تا به الان در کره خاکی نمونه اینا وجود نداشت. و اون خانم ها میگه شما نوامیس ایدئولوژیک هستید. خب حالا این آقای گوهر دیبدیل به این ناموس ایدئولوژیک اومده تو خیابان بردار زر مارش کردید، در دقیقه آوردیش تو پارک و سر خیابان نگرش میداری. خب حالا با 4 تا خانم برخورد کردی، چی دیدی، چی در زنت گذشت؟ اینا غیر از کار کرده فرقی دیگه در هیچ جا دیگه نمونه نداره. ما خیلی از این احزاب و سازمان‌های کردی مارکسیست غیر مارکسیست در منطقه کردی عراق جای مختلف باشن برخورد داشتیم دیدیم، ولی اونا همچین چیزی نداشتن. این گفتم کل در واقع ماده فلمواد جوس این جریان اینه،
که آقا جون شما رجبی رو در حد خدا پرستش بکنید، بعدش هم به هیچ عنوان از این فرقه جدا نشین. با این مکانیزم اگرم جدا شدیم دیگه همون داستانهایی که در رابطه با ماها ایجاد کردن برای اونا ایجاد میکن. بحث طلاقهای اجباری، بحث جدا کردن اطفال از مادرانشون، بحث ایزولاسیون که به شدت وجود داره، همین ایزولاسیونی که الان برای افراد همه رو جمع کردن بردن توی یه پادگانی به نام پادگان اشرف 3، اونجا آدم ها رو ایزوله کردن، از تمام دنیا قطع کردن، عین داستان اشرف رو پیاده کردن. بخاطر چی؟ بخاطر این اگر این یک جریان درستی بود، اگر یک جریان واقعی بود، اگر یک سازمان مجاهدینی بود، بابا جون چرا آدم ها رو میبرید توی یه پادگانی 10 لایه حفاظت و نگهبان فیزیکی و الکترونیکی و نمیدونم غیره و ذلک براش میذاری؟ بعد برای هر فردی هم مسئول گذاشته، یعنی هر فردی توی سازمان همواره حداقل ها توسط 7 نفر دیگه کنترل میشه. هر فردی مهم نیست که باشه، مهم اینه تو فرد الان رده پایین باشه یا فرد رده بالا، همواره توسط 7 لایه تحت کنترلی به صورت 24 ساعته. مخصوصا یه مسئولی که کنار دستت هست که اون همیشه باید همراه میشه که یه وقت از لحظه استفاده نکنی و خب اینا نشونگره نشان دهنده اینه که این سازمان یه سازمانی بوده خب بر اساس همون افکار و ایده هایی که اون جوان ها در سال دهه 40 داشتن. خب الان بس سال 96 نیست که ما بخوایم مقایسه بکنیم. خب آیا مثلا فرض کنید متصور هست یه سازمانی در سال در دهه 90 هم با اون دیدگاه ایجاد میشه؟ طبعا نه، چون توی تظاهرات و اعتراضات جنبش مردمی که در دی ماه امسال شاهدش بودیم چنین چیزی وجود نداره. خب در اون دوران خب یک کار درستی بوده، یک کار قابل ستایشی بوده در دهه 40. خب همون افراد هم در اون دهه خب مقید بودن به اون چارچوبا، به اون ضوابط و قوانینی که وضع کرده بودن. اما متاسفانه رجبی همه اونا رو که از بین برد هیچ، بلکه در واقع به اعتماد، به عشق و علاقه، به عقل شعور تمام انسانهایی که در واقع الان دارن براش کار میکنن و باش هستن خیانت کرد. رجبی علاوه بر دست و پای افراد، عقل و شعور آدم ها رو در قره زنجیر کشیده. برای اینکه من خودم الان تعداد خیلی زیادی از دوستانم رو میشناسم الان تو آلبانی، از 10 سال پیش با تمام خط و خطوط و با تمام برنامه های رجبی مخالف بودم، اما متاسفانه اون قدر به لحاظ درک و شعور و عقل و ذهن و افکارشون در غور زنجیر این تشکیلات هست که هنوز که هنوزه در این تشکیلات موندن و از این تشکیلات جدا شد. به هر حال در نتیجه گیری این بحث هم باید بگم که این سازمان از ابتدا یه فرقه نبود، یه سازمانی بود با یه اصول چارچوبای مشخصی، اما متاسفانه رجبی این سازمان رو تبدیلش کرد به یه فرقه و الان از همه بدتر تبدیلش کرده به یه باند مافیایی که هر که بیشتر بهش پول بده مزدوری بیشتری میکنه و در واقع سرویس و خدمات بیشتری رو به برای اون سرویس انجام. این بحث اوله. بسیار ممنون. بحث دوم، بحث زندان و شکنجه در فرقه رجوی. آیا داغ و درف شکنجه از سال 1172 در فرقه رجوی ابداع شد یا اینکه از سال 1362 بوده است؟ ضمناً یه آقایی بدون عکس و بدون یعنی نامش نوشته بود محمود نیشابوری آمده بود و شما رو مزدور خطاب میکنه، ولی جالبه که خودش پشت عکس یک بچه قایم شده و
بارها ما اینجا گفتیم اگه کسی مخالف با شماست، اونا هم میتونن بیان در برنامه شرکت کنن، حتی مهمون شماها باشن، حتی کانون آوا بهشون وقت میده که بیان. چیزی که هست اینها معمولا همون موزبگیران فرقه رجوی هستن که حالا پس از 30 سال یاد گرفتن با کامپیوتر کار کنن، و من هم برای که مزاحم دیگران نشه به قول معروف با یک تیپا انداختمش بیرون. این هم از آقای نیشابوری، فعلا در نیشابور به سر ببره، هر وقت آمد قرن 21 بیاد در برنامه صحبت کنه و ببینیم کی مزدوره. مزدور رجوی است که هنوزم که هنوزه با وجودی که مرده است از این ور اونور و از اردن و عربستان و عراق پول گرفته، یا اینهایی که بعد از این همه سال، بعد از اینکه جوانیشون رو دنبال هدفشون بودن، حالا امروز با یک مبلغ ناچیزی دارن در کشورهای زندگی میکنن با همه این سختی ها، ولی نرفتن دنبال عیش و عشرت و وایسادن به اصطلاح حاصل زندگیشون رو، قصه قصه هاشون رو به من و شما میگم. من به نوبه خودم بارها تشکر کردم، باز هم از شما ممنونم. بفرمایید. این شخصی که گفتین آی سوربی، من این رو میشنست. بله. به بینندگان عزیزم بگم این شخص به نام محمود نیشابوری، اسمش هست محمود عمی، در واقع توی فرقه اسم مستعارش هست محسن عباسی، یه مدتی تو سازمان مسئول بود، یه زمانی هم با هم کار میکردیم. خدمت شما عرض کنم یه مدتی دیگه با تیپا از تشکیلات یعنی رده و ایناشو گرفتن و فرستادنش خارج. الان هم در واقع توی همین دنیای مجازی برای خودش در واقع داره میچره. بسیار جالب. یکی از دوستان نوشتن این از اون دو آتشه ها بوده، اومده چک کنه ببینه میشه بحث رو عوض کنه یا نه. پس اجازه بدین ما بحث خودمون رو به اصطلاح پی بگیریم و نذاریم این خرمگسان به اصطلاح مزاحم برنامه بشه. بریم بحث دوم، بحث زندان شکنجه. آیا از اول بوده، سال 62 شروع شده یا سال 1372؟ بفرمایید. بحث زندان و شکنجه و داغ درفش تو سازمان در این فرقه چیز جدیدی نیست و در سال 72، در واقع از اواخر سال 1372 ابدا نشد. از زمانی که این فرقه وارد منطقه کردی شد، این بحث زندان وجود داشت. یه اصطلاحی در فرقه وجود داره، بهش میگن بنگالی کردن. همه بچه ها و دوستانی که توی فرقه بودن این اصطلاح رو شنیدن حتما. بنگالی کردن منظور این هر کسی در هر سطح ورزده تشکیلاتی تو سازمان مسئول بالا پای، هر زمان که یک خطایی از نظر تشکیلات انجام میداد، این فرد مسئولیتشو میگرفتن به صورت موقت. بعد بعضی از افرادم ردهشون رو میگرفتن، میگفتن شما الان در حد، مثلا اگه هیئت اجرایی بود میگفتن شما الان ردهتون در حد اچ هست، یعنی به عنوان یه هوادار، به عنوان یه نیروی اجتماعی. اینو میبردن داخل یک کانتینر، این کانتینر سازمان بهشون میگن بنگال، یه اتاقی اینو میکردن توی اتاقی، حالا بستگی به این که فرد چجوری بود یا نبود، یا در اتاقو میبستن یا نمیبستن. میگفتن از این اتاق حق نداری بیایی بیرون تا زمانی که بهت بگیم، با هیچ کس حق نداری هیچ گونه برخوردی داشته باشی، به طور مطلق هیچ درخواستی به هیچ کس بجز اون نفری که برات تعیین کردم نداری بدی. بعد این توسط یک فرد مشخصی بهش رسیدگی صنفی میشد، آبی غذای چیزی بهش میدادن و تا زمانی که این فرد اعلام ندامت بکنه، توبه بکنه، یا اینکه گزارشاتی بنویسه داره برای اینکه من اشتباه کردم، نفهمیدم که این فرد رو در واقع پس از یه مدتی از اون زندان خارجش میکردن، ولی بهش میگفتن بنگال، کلمه زندان به کار نمیبرد ولی همون زندان. اون زمان که ما که حقیقا ما به این چیزا نمیرسید، یه جوان مثلا 23 ساله 24 ساله ندیده بودیم از این چیزا.
فکر میکردیم هر تشکیلاتی از این چیزا داره. پس همواره چه حتی در خارج، حتی در کشورهای اروپایی، این برخورد تشکیلات با افراد ناراضی و با افرادی که دچار در واقع مشکل تشکیلاتی، اصطلاحا تو تشکیلات بهش میگفتن مسئله دار شده فرد، این وجود داشت. زنگالی کردن یعنی فرد رو زندانی و ایزوله کردن. پس بنابراین این که اصلا بحث زندان و بنگال که اصلا نوع دیگه که در واقع رجوی، این داستان بنگالی و بنگالی کردن هم این هم در واقع از ابداعات آقای رجوی. نوع دوم زندانی که در واقع در فرقه وجود داشت به تعداد زیادی متحمل این زندان شدن، بحث زندان دو ساله. زندان دو ساله برای افرادی بود که درخواست خروج از سازمان داده بودن. رجوی یک قانون وضع کرده بود، گفته بود هر کس که بخواد خارج شه باید 2 سال در قرنطینه باشه تا اطلاعات اون بسوزه، بعد از 2 سال ما اون رو تحویل سیستم اطلاعات و امنیت عراق میدیم، دیگه مسئولیتش با ما نیست، مسئولیتش با دادگاه های نظامی به اطلاعات امنیت عراقه. عراق هم به جرم حداقل به جرم ورود غیر مجاز اینو یه 5 سال 7 سال میفرستادش زندان بدنام ابو غریب تو اونجا، این بدبخت دیگه یا سالم از اونجا خارج شه یا نشه، که تعداد زیادی در اشرف در دل شرق قرارگاه در بخشی که بهش میگفتن بخش اسکان که قبل از طلاقهای اجباری اونجا زوجها پنجشنبه جمعه ها میرفتن برای دیدار هفتگی با هم، در اونجا یه بخشی شو بخش دی اونجا کدگذاری شده بود مربوط به این افراد دو ساله بود. دور از جون این افراد بعد تو تشکیلات میگفتن در واقع گوساله. این در واقع گوساله اون افرادی بودن که این جوانهای بیگناه رو از به زور میخواستن به این صورت نگه دارن. پس این یه مدل از زندانهای رجوی که تعداد خیلی زیادی از مخصوصا جوانها این به اصطلاح زندان رو متحمل شدن و بعد خیلی هاشون هم دیگه توی زندان ابو غریب سرنوشتشون مشخص شد. یه مدل دیگه از زندانهایی که در رجوی وجود، یه زندان دفع جمعی بود مربوط به افراد جدید الورودی بود که اواخر سال 1379 شمسی از طریق امارات و ترکیه به فرقه پیوسته بودن. بعد از جنگ این افراد گفتن که ما نمیفهمیدیم وضعیت اینطوریه، ما اومده بودیم به ما قول داده بودن که میایم اینجا یه مدتی میمونیم بعد ما رو میفرستن اروپا. خب اینا هم تعدادشون زیاد بود، اینا رو به صورت جمعی بردن در همون ذل شرق قرارگاه، اونجا اینا رو زندانی کردن. بعد از اتمام در واقع اشغال عراق در سال 2003 بعد گروه گروه اینا رو شروع کردن به آمریکایی‌ها تحویل دادن. پس این هم شد یه مدل از زندانهای رجوی که اعدادی از قزبوم رو زندانی کردن. اما بحثی که الان تعدادی از دوستان و مشخصا آقای سیامک نادری مطرح کردن مربوط به سال 1372 شمسی است. مجموعاً 700 نفر، حالا تعدادی بالا و پایینش دقیق نمیدونم، ولی بر اساس آماری که اونجا تو اینی که من در واقع میگم بر اساس اون آماری که تو تشکیلات داشتم من اون زمان به عنوان مسئول به این موارد در واقع دسترسی داشتم، این افراد به طور متوسط بین 3 ماه تا 6 ماه زندونی شده. باید بگم یکی از سیاه‌ترین دوران فرقه رجوی که ماهیت رجوی رو با خوبی نشون داد در همین دوران بود که تعدادی در همین به اصطلاح زندان سال 73
تحت عنوان در واقع چک و رفع شک امنیتی، تعدادی کشته، تعدادی نفس عضو و تعدادی واقعا روانی شدن. هیچ وقت فکر نمی کردن سازمانی که همه چیزشون رو فدای اون کردن، سازمانی که به خاطرش از همه زندگیشون گذشتن، درس، زندگی، بچه خودسار، شغل، مقام، همه امکانات زندگی رو پشت پا زدن و بعد به عراق و گرم سوزن اومدن، تصور نمیکردن که روزی توسط همون سازمانشون شکنجه و زندانه میشن. این فشار روحی و روانی به این افراد، افراد به مرحله جنون رسن و تعداد روانی شده. لازم قبل از توضیح سایر موارد، من وضعیت فرقه رو در اون شرایط تشریح بکنم. شرایط فرقه در اون شرایط چی بود؟ چرا فرقه اومد همچی ریسک بزرگی رو انجام داد و 700 نفر رو زندانی کرد؟ در حدود 700 نفر، شاید هم بیشتر، یه سری افراد شدن مسئول حفاظت و نگهبانی و رسیدگی به این افراد. یعنی در واقع از یه سازمان 3000 نفر بود، تقریبا نزدیک به نصف نیمی از اونو به این صورت درگیر زندان و کارهای جانبی مربوط به این کرد. این کار به دستور رجوی صورت گرفت. خودشم بارها و بارها گفت این کار رو من انجام دادم. اگر هر 700 نفر این افراد هم کشته می شدن، فدای یک تار موی مهر تابان، یعنی منظورش مریم قجر است. شرایط اون زمان فرقه در سال 73 بسیار سخت و بسیار بغرنج بود. هیچ امید و روزنه‌ای برای وعده و وعیدهایی که رجوی داده بود نبود. بعد از طلاق‌های اجباری بود و فشار مضاعفی که روی همه نیروها وارد شد. یک کار عجیب غریبی هم که در همون دوران انجام گرفته بود، رجوی کلیه مردانی که در مصدر کار بودن، در واقع فرمانده و مسئول و تمام کارهای سازمان توسط اونها میچرخید، اینها رو کشید پایین، بعد جایگزین کرد با زنان. و به اصطلاح انقلاب شده. الان انقلاب شده دیگه، تو انقلاب هم اونایی که قبلا حاکم بودن باید بشن محکوم. قانون انقلاب این است. وقتی که انقلاب صورت میگیرد، اونایی که در واقع تحت نظام بودن میان بالا، اونایی که در واقع همه کاره بودن میان پایین. منظورش در واقع در تنه به مردم. خب این خانم هم که اومدن سر کار، این بندگان خدا، نه آموزش نظامی، نه آموزش فرهنگی، نه تجربه، نه کار با نیرو. خب رسیدگی به نیرو، حل و فصل مسائل تشکیلاتی نیرو، مخصوصا مثلا وقتی که یه زن بخواد تعداد مرد رو اداره کنه، خب این مرد یه سری مسائل شخصی و یا سری مسائل ویژه و خاص داره. یک وضعیت بسیار بغرنج و عجیب غریبی با وجود اومده بود. توی این، چون مناسبات فرقه اون زمان بر اساس مناسبات نظامی بود، منم در واقع باید با همون کدها بگم. یعنی در واقع از سطح فرمانده دسته به بالا، که دیگه پایین تر از فرمانده دسته دیگه در واقع بارمان فرمانده مسئول میشه، دیگه میشه در گروه. از سطح فرمانده دسته به بالا تا فرمانده لشکر، تا فرمانده محور، تا فرمانده سپاه، چون رجوی اومده بود با تقلید از ارتش عراق، برای همین تعداد کم نیرو به اصطلاح دسته و گروهان و گردان و تیپ و لشکر و حتی سپاه ساخته، حالا با یه تعداد محدود ولی با همون کروکی و با همون در واقع الگوبرداری از ارتش عراق. از سطح فرمان دسته به بالا رو کلن مردا رو حذف کرد
ضرر برشته. یه مدت گذشت، خب فرمان داشته یعنی کسیه که همواره همیشه باید همراه نیروها باشه، در شب و روز و در نگهبانی و در باد و بارون و در همه جا. فقط یه خوابشون جدا بود. یه سری مسائل مشکلات عجیب غریب و عدیدهی در این دوران مخصوصا در درون دستا به وجود اومد و در واقع شیرازه تشکیلات رو به هم ریخت. یعنی یک سری مناسبات ضد اخلاقی شدت گرفت، مناسبات یه تعدادی از به اصطلاح برادرانی که مسئول بودن به جرم ارتباط نامشروع با این به اصطلاح تشکیلات خواهرشون که شده فرمان دستشون جدیدن، اینا رو گرفتن و خلاصه یه خود وضعیت خراب شد و دیگه فرمان دست رو آقای رجعی فاکتور گرفت، بقیه به بالا رو همه رو داشت زن تو این وضعیت. خب این وضعیت باعث نارضایتی شدیدی در افراد شد. دوباره فشفش‌های تشکیلاتی، محفل‌های افراد، یعنی اون صحبت‌های افرادی که در خفا خارج از تشکیلات انجام میدن، تو اصطلاح تشکیلات بهش میگن محفل. یعنی افراد به صورت چند تایی دوست رفیق یه سری صحبت‌ها رو با هم دیگه میکنن، غوراشون رو میزنن، مشکلاتشون رو میگن، اعتراضاشون رو میگن، بهشون میگن محفل. این محفل‌ها که شکل گرفت و اینا به گوش رجوی رسید، رجوی چاره کار دری اندیشید که باید یک درچش و یک در واقع نطق اساسی از افراد بکشه. به همین خاطر اومد یک جریان را انداخت تحت عنوان آموزش داخله. چون خب این همه افراد و جب، یعنی در واقع یه سناریوی بلاد تشکیلات باید دارست ایجاد میدادن. اومدن گفتن آقا دو تا نیروی تازه تأسیس جدید به عنوان تحت عنوان مهمه، یعنی دو تا یکان، دو تا فصل گردان، هرچی اینا میخواییم تشکیل بدیم برای آموزش داخله و افراد بیان داختلب بشه. میومدن اون افرادی که در واقع قبلا به هر دلیلی مشکلی داشتن بلاد تشکیلات، خب افراد مستمرا زیر نظر تشکیلات هم دیگه گفتیم نشسته شوی مغزی، در واقع همواره افراد رو به صورت روزانه چک و کنترل میکنن. خب به این افراد گفتن خود تو برو درخواست بده. یه سری هم که گفتن نه من نمیرم درخواست بدم، خب دیگه به زور اینم انداختن که نبرو درخواست بده، حتما تشکیلات گفته باید این کار انجام. بنابراین این افراد خودکود از تمام قسمت های قرارگاه اشتر جمع کردن، بردن در دو تا میگمر در دل شرق قرارگاه که در واقع یه منطقه ایزولیت مثل چند لایه خاکریزهای بلند، سیم خاردار، برج مراقبت، و دیگه هیچ کس خارج از اون به اصطلاح در مشخص شده، در مشخص شده کسی نمیتونه از اونجا خارج شه. کاملا هم از همه مقررات و بقیه افراد همه رو بردن اونجا، کل افرادی که باید در واقع ازشون تامیش. پس با این سمه افراد متمرکز کردن یه جور. خدمت شما عرض کنم که بعد شروع کردن افراد یکی یکی از اونجا بردن به سلول و زندان. شب نصف شب نفر صدا میکردن میگفتن کاری کن. میبردنش در یه محل هم، از اونجا یه چند تا در واقع مثل این جلد باشی ها مثل فیلم های قدیمی میرغضب همینو میخواستم بگم، آره واقعا میرغضب، چون به چشم خودم دیدم چند تا میرغضب اونجا واستاده بودن در جا. یه پولی بود توش از این برگا پولیکوپی شده، پولیکوپی ما اونجا میگفتیم، فوتوکوپی شده آماده بود زیراس کرده، یکی تک میذاشن جلوش درست با همین حالت. میگفتم بخون، بعد نوشته بود که من به عنوان مزدور جاسوس فلان به عنوان نفوذ و قصد نفوذ از طرف رژیم ایران آمدم اینجا، و امضا انگشت طرف نگاه میکرد در چه همونجا خوشگیش میداد، شکر میداد، شکه میشد. یعنی چی بابا من
با قول معروف میگه بابا من بچه سازه بانم، من بچه یه دوری هستم، من عمرم رو دادم، جونم رو دادم، چرتا خانوادم کشته شدن، اعدام شدن، شهید شدن، این چرت و پرتا چیه؟ مسخره چیه؟ گوشش رو میگرفتن دوتا اردنگ و یه گولی سرش میکشیدن و برو امضا کردی و خوبی کردی نکردی بدن بعد میبردن یه بدبخت یه چند دار توی قرارگاه میچرخونه. الان قرارگاه سرده 6 کیلومتر شرقه که این چپ و راستش و شمال جنوبش و موقعیت ها رو به اصطلاح تو ذهنش نتونه تصویر کنه که الان من از کجا بردن چه جوری بردن. بعد میبردن میچرخوندنش پیرسیل. حالا خدمت شما عرض کنم که بینندگان عزیز، بنده خودم در سال 1300 در بهمن 1372 به وسیله همین سیستم در واقع به بهانه رفتن سر قرار با یک مسئولی دیگه اونجا منو دستگیر کردن و روانه زندان کردن. شخص بعد من اون زمانی که منو دستگیر کردن به عنوان در واقع مسئول ستادی بودم تو همون در واقع از همون معبری که این آدم ها را آورده بودن. بعد مسئول ما که یه خانم بود با هم سوار ماشین شدیم خودم که از کار داره رفتیم اونجا یه دفعه دیدیم که 3 نفر میرغزم اونجا وایستادن. خب یکی دو تشن اونه سد تشکیلتیشون از من پایین تر. یه دفعه یکیشون اومد یه اینه که دودی هم زده بود اسمش فاضل بود. گفتم فاضل چیه؟ الان فیلم تو سر وقت میخوای بازی کنی واقعا دوربینه نمیدونم فیلم برداری این کاره چیه؟ گفت خفه شما زور. گفتم با زور خودت هستی و جد آباده بی شرف این کارای مسخره بازی چیه؟ بعد دو نفر دیگه میرغزم که یه خورده خب ما هم همسر تو همرده اونا بودیم. حالا با تهدید حالا دیگه اونجا با این که بزنن تو گردن و سر اون اینا یه برگه گذاشتن جلو همون چیزی که براتون خوندم. گفتن انگشت امضا. گفتم انگشت امضا باشه فعلا تا ببینیم اصلا چه خبره اصلا وضعیت چیه واقعا. چون من اصلا هیچی رو بودم اصلا چه اوضاع چیه موضوع چیه داستان چیه چه وضعیه چرا اینطوری شده. فکر کردم یه اتفاقی افتاده شاید فیل بازی میکنن شاید یه داستانیه. به هر حال ما رو بردن در یه اتاقی اول بردن من یه جایی خیلی جالب رو به دیوار گفتن همه لباساتون رو خارج کن. همه لباساتون بقول لباسه ما در چون اونجا ما بدون جوراب اجازه نداشتیم از محل خواب ما بیاییم بیرون با آستین کوتاه با به اصطلاح دوست از من بهش میگفتن عرقگیر همین زیر پوش کسی مجاز نبود بیا بیرون. هیچ رفتیم اونجا و لباس ها رو در آوردیم و از این لباس های راه زندانی مال بیمارستان اخته بودن همونجا پوشیدیم و وارد شدیم به یه اتاقی دیدیم که ای دل وافق تعداد زیادی از دوستان ما در سطح تشکیلتی خودم رو یه ذره بالتر پایین تر بالتر که نبود توشون اونجا هستن. نگاه کردم دیدم آقای کریم رشیدی هست برادرش هست نادر رشیدی از بچه های لرستان. بعد مجید مرنیا هست از بهترین بچه های در واقع معروف بود مجید مرنیا با عنوان در واقع تعمیرکار درجه یک در واقع زریعی که موتور تانک رو باز میکرد دوباره میبست کامپلیت بچه تهران. بعد نگاه کردم دیدم یک جوان ورزشکار فوتبالیست درجه یکی که اگر تو فرقه نبود حتی تو تیم ملی بود جاش واقعا رمضان زاره. بعد نگاه کردم دیدم علی اوسط و نگاه کردم دیدم مرحوم سعید سهمراد که بعدم خودش داستانهایی داره که چجوری بندی خدا کشته شد. خلاصه توی این اتاق نزدیک به 18 نفر بودیم. یه اتاقی بود تقریبا 3 متر در 5 متر یه زیروی که پیش انداخته بودن پشم ساخته بودن خودم میفهمیدم یه محلی بود یه قلعه بود از اون قلعه های اون پادگان اشرف زمانی که عراق به ما تحویل داد. من خودم اون موقع از
ابتدای جزئیاتش بود. یه سری قلعه بود، اونجا زندان در واقع مال ارتش بود. هر کدوم از این ارتشی ها که خلافی میکردن مرخصی، یه مثالی که تو عراق ارتش هست، اونجا در واقع زندان سپاه دوی عراق بود. این پادگان اشرفی که به ما داده بودن، این زندان ها دیگه توش بود، خیلی دیگه ساخته سازاش بعدن اینجا. یکی از همونا رو که نیرو توش مستقر بود، نیروهاش رو جابجا کرده بودن، کرده بودن زندان، معروف بود به قلعه محمود قاهمشهر. اونجا و یه زیرون داخته بودن کفش، یه گوشش هم یه دونه توالت، یه دونه دوش داخته بودن. بعد نگاه کردیم، آره یادم، مثلا چند تا از بچه ها رو همون زمان اینا آورده بودنشون. مریم رجبی اومده بود خارج، اینا رو به عنوان در واقع نفراتی که بتونن تو تبلیغات و تو کارهای مالی اجتماعی و سیاسی اینا کمک کنن، اینا رو هم همراه در واقع به عنوان مریم، یه دورانی بود در فرقه به نام رنگ ره بشن. بعد دیدم که ای بابا، تعدادی از اون بچه‌هایی که اون موقع زندان بودن رفتن اروپا، از اروپا آوردن اینا رو. من جمله مثلا یکیش یه نفر از منام آقای داریوش نصف عجب، همین الان جز گوینده های همین تلویزیون فرقه است، داریوش نصف. دیدم که او یه نفر دیگه آلمان بود، نمیدونم کجا بود، منام مرداد نکسیر، این تفلک توی همون حمله هجومایی که مالکی داشت تو اشرف اونجا کشته شد، فرمانده بود از بچه های خیلی خوب سطح بالا، از افرادی بود که توی کلی عملیات انجام داده بود در داخل ایران و اصلا قهرمان بود و یا حتی در سالهای 66 اینا یه سری عملیات انجام داده بود توی مشهد و خیلی کارهای دیگه که الان نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. بعد اینم اونجا زندان. بعد نگاه کردیم از این یه دریچه کوچولی داشت، دیدیم که یک نفر دیگه به نام سید رای موسوی، خودش در واقع اونجا لقب قهرمان بهش داده بودن، این بدبخت از زیر شکنجه توی نقل انتقال تو خانه هم توسط هم موقع توسط پاسدارا که تونسته بود، نمیدونم حالا مامورای زندان بودن پاسدارا بودن، فرار کرد و اومد. تمام عکس و فیلماش هم الان هست. بعد دیدم اینم اینجاست. آره این سید رئیم کسی بود که واقعا در تمام مراحل مسئول بود، رده تشکیلاتیش هم از من بالاتر بود، همین الان هم از مسئولینه، الان هم توی آلبانی. و همینجوری که بچه ها میمدن ازشون سوال میکردن، میگفتن که تعدادی از خانم ها هم اینجا زندن. اصلا مثلا فرض کنید که یه خانم اونجا تو همون دوران زندن بود به نام فتنه عوضپور، این خانم فتنه عوضپور بعدن آخر مسئولیتش که من یادم هست، این به عنوان مسئول ستاد آموزش بود، یه مدت مثلا مسئول مهندسی بود، به عنوان شورای رهبری ارشد، نمیدونم مژگان محمد زمانی، این خودش در واقع کاندید، به عنوان کاندید مسئول اولی سازمان بود، به عنوان معاون مسئول اول دیگه. اینا در واقع اگه ده نفر تو سازمان بود مثلا رده دو سوم چهارم شد. این زندان تعدادی مثلا خلبان، من جمله مثلا فرسان یه خانم کرمانشاهی به نام فاطمه علیزاده، اینا دیگه هر کسی که به هر معنی یه جایی پاشو چه راست داشته بود، یه جایی اعتراضی کرده بود، در این ریسکی که در واقع رجبی کرده با قول خودش، خطری که کرده بود، همه رو اومد این نسب رو کشید و همه رو برد زندان. من شخصا خودم بعد از همون برخورده های میرغضب و با دو سرخب و همون محمد علی سیگارودی که معروف بود تو فرقه اونجا، همیشه معروف بود در واقع فاضل دو سرخب، چون شباب اینه که دودی میزد مسخرش میکردن و چه بهش میگفتن دو سرخب. دیگه با من برخورد اونچنانی نشد، ولی مثلا چند تا از دوستانم، نه جمله سید مراد، اینا رو که برده بودن و
وقتی که می آوردن دیگه کلن لتو پار میدن، واقعا لتو پار میدن. و چون به هم اعتماد داشتیم تمام جزئیات رو مثلا برای من تشریح میکرد. میگفت از طرف مثلا فرض کنید که بالاترین سطح مسئول برادرانی که در زمان شاه زندانی بودن، میگفت اونجا یک فحاشیایی به من میکردن که در عمرم نشنیده بودن. چنین فحاشیایی اصلا یه مدل فحاشی میدادن که انگار مثلا من تصویر بکنم که من الان خواهر و مادرم الان جلو من اینا دارن باهاش در واقع تجاوز جنسی میکنن، اینجوری تشریحی به من اونجا فاش میداده. خب من واقعا شرمم میاد اینجا در برابر بینندگان بخوام اونا رو بیان بکنم. واقعا ببینید تو کدوم سازمان سیاسی، تو کدوم جریان سیاسی، تو کدوم واقعا حزبی میان با آدماش این کار بکنن؟ بعد مسئولین خودشو که همهشون زندان رفته و شکنجه شده زمان شاه هستن بیان در واقع تبدیلشون کنن به شکنجهگرهای جدید، به شکنجهگرهای تشکیلات مغول دوستان به مسخره میگفتن تشکیلات نوین رجبی. آقای رجبی این اون جامعه بی طبقه توحیدی، این اون تنها جایگزین و تنها آلترناتیو به انقلاب نوین مردم ایران این بود. ما که جونمون هستیمون رو دادیم، همه چیزمون رو فدا کردیم، هیچ ابایی هم نداریم که الان اینجا بگیم آره ما انتخاب خودمون بود، با انتخاب خودمون وارد این سازمان شدیم، با انتخاب خودمون هم تا آخر با شما بودیم با همه چیزش. بعد که با انتخاب خودمون اومدیم از شما جدا شدیم، شدیم مزدور، شدیم جانی، شدیم خودشناخته، جانی و مزدور تربیت کردن بدترین جرم نیست. آقای رجبی مسئولین این سازمان رو تبدیل بکنی به شکنجه‌گر بلا استثناء، بلا استثناء تمام مسئولین تراز اول فرقه به طور خاص مردا و تعدادی من حتی دارم، تمام اینها تبدیل شدن به شکنجه‌گر روی همین 700 نفر. آقای آزاده اجازه بدید من یه سوالی از طرف خودم بپرسم. شما بعد از چند سال بهتون تهمت مزدوری و جاسوسی زدن؟ خدمت شما عرض کنم که درست 8 ماه بعد از اینکه من از این فرقه جدا شدم. بعد از اینکه جدا شدید؟ نه اون موقعی که گفتید اون طرفی که عینک رو چشمش بوده آمد به شما گفت مزدور. آها بعد از چند سال؟ بله بله بعد از 27 سال. منظور من اینه که گیرم که شما تبدیل به یه مزدور شدید، سازمان نباید خودش رو سرزنش کنه که چطور یه جوان پاکی آمد توی سازمان 27 سال عمرش رو اینجا گذرون و ما اینو تبدیل کردیم به یه مزدور. آیا اشکالی از ما نیست دوباره نگری کنیم به کارهایی که انجام میدیم و غیره؟ اینو جوابش لطف کنید داشته باشید. آقای مصطفی محمدی ممنونم از ایشون، یه فیلم جالبی ساختن چندین بار تا الان نشون دادیم و لینکش رو هم گذاشتن. ایشون در تایید حرف شما میگن که زمانی که پسرم محمد محمدی درخواست خروج از اشرف را کرده بود توی همون بنگال زندانی و توی همون بنگال هایی که شما میگی زندانی و شکنجه شدن. ضمناً آقای به نام شاپور معتمدی میگن که لطفاً سوال کنید این رجوی الان کجاست؟ چرا مجاهدین دور و نزدیک از جواب این سوال تفره میرن؟ اون چیزی که ما دیدیم 2 سال پیش اون آقای ترکی الفیصل گفت مرحوم رجوی. بعضی ها میگن این گفته مرحوم که دیگه به همه بگه تموم شده و به اصطلاح بره دنبال کار زندگیش، بعضی ها میگن این یک به اصطلاح کلک سیاسیه که
مسئولیت رو از گردن رجوی بردارن، چون احتمالاً خیلی ها ممکنه توی دادگاه‌های مختلف دنیا بخوان بر علیه این به اصطلاح شکایت کنن. خود شما نظرتون چیه بعد از اینکه اونو دیدید که چندین بار ایشون هی گفت که مرحوم رجوی، بعضی هم به شوخی گفتن که ایشون میخواد خواستگاری کنه از مریم و به این وسیله میگه که مرحوم، چون وقتی یه نفر میمیره خود به خود همسرش مطلقه میشه و میتونه هر به اصطلاح ازدواج کنه و اینا، دیگه اجازه مرحوم رو لازم نداره. نظر خود شما چیه؟ با شناختی که شما دارین، یکی از فرماندهان بودید، فکر میکنید موضوع چیه؟ والا یک قانونی در واقع در این فرقه خود رجوی گذاشته، یک قانون. این مربوط به امروز و دیروز نیست، این مربوط به تمام دوران مربوط به عراق هست. هیچ سوالی در رابطه با رهبری به هیچ احد و ناسی هیچ کس نباید جواب ده. هیچ کس. این بروان یک قانونه در رابطه با هر چیز، از جاش، مکانش، خوردش، خوراکش، اینا در واقع جز تو سازمان با عنوان در واقع اطلاعات طبقه بندی شده تاپ سیکرت یا فوق محرمانه، یعنی فوق سری، یه فوق سری محسوب میشه، اینو در واقع تو سازمان گفتن. یعنی در واقع شما از هر کس، از هر مسئول بپرسین بگین رجبی کجاست، خب حالا بستگی داره فرق داره. اگر از کنون یه خبرنگاری باشه، همون جوابایی میده که در واقع اون جعفرزاده به آقای دهقانپور توی برنامه صدای آمریکا گفت. این دشمن و رژیم و ازداد و دشمنان هستن که با این سارات انحرافی دنبال این هستن که الان رهبری این سازمان بوده است. آقای آزاده، شما اسم جعفرزاده رو خوردیم، من به دوستان پیشنهاد میکنم توی گوگل اون مصاحبه رو که انجام داد بعد آقای سبحانی رو روی خط آوردن، حتما دوستان نگاه کنن. اگر کسی هم لینکش رو پیدا کرد روی فیسبوک، هم فیسبوک شخصی من هم فیسبوک مردم تیوی قرار بده، چون خیلی جالبه. این آقای جعفرزاده اینجا ماشاءالله اینقدر توپل شده که امیدوارم منفجر نشه، چون مثل که چلو کبابای اینجا بهش ساخته. ولی به دروغگویی و به اصطلاح اتهام و تهمت زدن اینها واقعا معروف شده. ولی یه روز اینجا گیرش انداختن و وقتی داشت مصاحبه میکرد آقای سبحانی رو روی خط آوردن. حالا شما چون اسم ایشون رو گفتید من پرسیدم، این به اصطلاح یادم اومد. پس میشه که هیچ کس حق نداره سوال کنه، تازه اگر کسی هم جرأت داشته باشه و اشتباه کنه و سوال کنه، هیچ کس حق پاسخ دادن نداره که این کجا هست، شرایطش چیه، حالش چطوره و غیره. بله هستید با ما آقای آزاده؟ بله. در رابطه یعنی این داستانی که در سال 73 اتفاق افتاد در واقع خفقان ایجاد ترس و دلهوره و هرچه بسته‌تر کردن تشکیلات برای اینکه این در واقع به اصطلاح جو و شوری که توی افراد ایجاد شده بود برای اینکه بالاخره باید سازمان تکلیف ما رو مشخص کنه چه کاری میخواد بکنه، چون همه دیگه این عقل شبور رو درگاشتن، میفهمیدن که دیگه امکان تجاوز و حمله نظامی مثل قبل از آتش بس، مثل مرداد سال 1367 نیست. قبل از آتش بس ایران و عراق، اون قطعنامه 581 نه؟ بله. دیگه همچی چیزی متصور نیست. یعنی صدام در اون موقعیت و در اون شرایط اجازه بده در واقع، چون ما که در درون بودیم که خودمون رو میشناختیم، میفهمیدیم توان نظامیمون بود، یه نظامیمون امکان
مداخلتمون چقدر هست، وضعیت نیروی صدام هم که میدیدیم که با وقتا توی مرز که میرفتیم، باور بکنید که در واقع ترابری یک گروهان مرزی یه دونه اولاد وقتی که سربازای عراقی اون زمان بدبخته در وضعیتی بودن کفش بودیم که چی کفش پلاستیکی نداشتن بودشن برده باسه پاره پوره بسیار وضعیت وحشتناکی بود اون زمان. در اون وضعیت ما میفهمیدیم وضعیت چجوریه با این شرایط و با این وضعیت که دیگه کسی در واقع همچی تصوری وجود نداره که دوباره حمله نظامی با توپ و تانک باشه. حالا چهار تا تیم هم که رجایی میفرستد در نوار مرزی یا شهرهای نزدیک مرز اونجا چهار تا خونپاره از دور میزدن و شبانم برمیگشتن، اونم که در واقع یه رژیمی و یک دستگاه سرنگونه میکنه، رژیم آیت الله رو میشه با چهار تا خونپاره و دو تا طرف تدر کردن و دو تا بولیل شریکن دمور شریکن ساقط کرد. بکنم هر رژیم کوچکتر از اونش هم که تو دنیا که کمتر امکان یه نظامی رو در نظر بگیریم به این روش و این چیزای بچگانه که نمیشه. این شرایط و وضعیت یه وضعیت انفجاری تو تشکیلات ایجاد کرده. بنابراین رجبی دیگه دل زد به دریا، اقل خودش خطر کرد، ریسک انجام داد، دستور استادداری کرد و گفت آقا بگیرید. حالا این وسط چارت هم پشته شدن فدای تار موی مریم رجبی، چارت هم این وسط جدا شدن بعدن بیخیال شدش. مهم اینه که من دوباره میخوای تشکیلات تو تشکیلات محکم کوبیدم. اما من در اینجا لازم میدونم به این دوستمان آقای سیامک ناطقی یه نکته رو بگم. آقای عزیز، کار شما بسیار درست، کار شما بسیار خوب، قابل تقدیر. ولی ببینید دوست عزیز، تو اون کتابی که اومدی نوشتی اسم 400 نفر رو، بعد اسم من رو نوشتی فلانی یک نفر رو به این اسم شکنجه کرده است. واقعا بخواه بدنم که این ادعات مال خودته، این رو با قول خودت از آلبانی جام کرد. من اصلا تا به الان اون چیزی که به موارد شخصی خودم بود، من چندین مصاحبه تا حالا با این تلویزیون داشتم، اصلا همیشه تلاش میکردم اون چیزی که با خودم مربوط میشه، چیز مربوط به فردی خودم واقعا واردش نشه. ولی اون چیزایی که مربوط به دیگرانه، حق و حقوق دیگرانه، تا اونجایی که در توانم هست، تا اونجایی که جون دارم، تا اونجایی که در فهم و ادراکم هست، اینا رو بگم، ولو به هر قیمت و به هر بهایی، با هر تهمت و افترایی که این فرقه جنایتکار میاد نثار ما میکنه. آقا جون تو اومدی گفتی مراد محمدزاده به عنوان زندانی، بابا جون من اگه نمیدونی بدون این مراد محمدزاده حفاظت رجوی بچه مشهد، زندانی سیاسی مشهد با همین آقای نیشابوری که اومد رو خط ما، همین محمود امیری، اینا زندانی بودن تو مشهد با حمید. این طرف بابا جون تو زندان شکنجه‌گر بود، اون آقای مجید معینی هم که آوردی گفتی به عنوان زندانی، نه بابا جون من، برای اینکه بدونی من بذار برات بگم. ببین مجید معینی یه آخوندی بود، دوانه بود، بعد جذب این تشکیلات شد در زمان شاه زندانی، بعد اونجا اونقدر اینو شکنجه کردن. خب این بسیار من مدت‌ها با این بودم، حتی یعنی بسیارم براش در واقع احترام قائلم. این بعد وقت بیچاره مرغ عزا و عروسی رجبی بود. یه مدتی که توی اشرف اومدیم اونجا با خاطر اینکه جیرو آمریکایی‌ها بگن ما مسلمان هستیم، اینا اومدن یه مسجدی ساختن اسمش گذاشت مسجد فاطمه زهرا. این بعد وقت بیچاره که ریشش دیگه میترش اینو زما تو پروژه کارگره عراقی رو میگرفت استخدام میکرد، یه عمامه گذاشتن سرش، یه دفعه شد آخوند. فرداش دیدم گفتم آقا، بهش میگفتم آقا چی شد آخوند شده؟ بالا دستور دادن آخوند بشیم، شدیم آخوند با عبا و عمامه و فلان. بعدش هم یه بعد وقت بهش گفتن آقا تو بیا زندان، اگه فردا کسی اعتراضی کرد بهش بگم ببین من قهرمان شکنجه زندان اوین و زندان کمیته رو آوردم اینجا تو سال 67 به جرم شک امنیتی زندان کردم، توی یه نفر دیگه برو حساب کار خودتو بکن، تو که تو تشکیلات عددی نیستی.
این به خاطر این سناریو بود. این کل این داستان از اول تا آخرش یه سناریوی مشخصی بود. از اینکه این اسامی رو جمع کردی، از اینکه زحمت کشیدی، از اینکه کار خوبی کردی، درس درد نکنه، کار خوبی کردی، واقعا کار درستی کردی. و من خودم هم هرچی تو این رابطه اسم و رسم و هر چیزی باشه دریغ نمی‌کنم بهت کمک میکنم، چون یه کار انسانیه، بالاخره یه کار درستیه. ولی این که بیایی یه سری موارد اینجوری با هم ترکیب بکنی، خاطی فاتی بکنی، این کار درستی نیست. نیاز به تستی داره، نیاز به بازنگری داره. اما اون چیزی که به کار شما برمیگرده، ارزش کار شما، من نمیخوام چیزی ازش کم بشه. به هر حال این پروژه یه پروژه بود برای سرکوب، برای ایجاد اختناق، برای جلوگیری از ریزش در اون دوران در عراق. همواره تو سازمان در سرپست‌های مختلف انواع و اقسام در واقع خفقان‌ها تحت عنوان جلسات مختلف، تحت عنوان اسامی‌های بسیار عجیب غریب رجوی در عراق داشته، همین الان در آلبانی هم داره. مثلا همون بحثی مربوط به دادگاه های جمعی در قرارگاه تاریخ اسمشو گذاشته بودن باقرزاده، قرارگاه هدایی صدام به رجوی. اون مصیبت هایی که برای افراد ایجاد کردن، یه فردی رو می آوردن چند هزار نفر رو مجبور میکردن که به این فوش و فهاشی کنن و از توف بارونش بکنن، خب اونم بدترین زندان بود. اونم یه پروژه بود برای سرکوب. اون جلسه جمعی که رجبی بود داشت تحت عنوان تومه برو گمشو و گفت همه تون اخراج میکنم اون برای من. اتفاقا تعداد خیلی زیادی افرادم اخراج کرد، تعداد خیلی زیادی افرادم رفتن رو مین و کشته شدن، یا از پشت وسط اینا و عراقی ها کشته شدن، یا از جلو مردمان ایرانی را دادن. اونم خودش یه مرحله‌ای از سرکوب. این پروژه سالش 73 یک مدل از همون مدل ها بود. همین داستانی که الان تو آلبانی ایجاد کردن همه رو اومدن، حالا خوشبختانه یه مدل از اون تعهدنامه ها و از اون سوگندنامه هاشون علنی شد که اینجا توی رسانه ها اعلام کردن. آقای حسین نژاد هم یه بار تو مصاحبه با همین تلویزیون اومد این رو تشریح کرد، برای اینکه آدم ها رو مجبور کنن برن توی یه پادگان ایزوله در حومه آلبانی ایرانا. اومدن یه بند یک علمشنگی را انداختن، آوی نمیدونم تو سوگند سرنگونی، آوی نمیدونم تعهد نمیدونم فلان، آوی من عضویت نمیدونم فلان، آوی مؤسسین پنجم. از این داستانها دوستان اونایی که تو تشکیلات این فرقه نبودن باور کن سالی چند بار از ما میگرفتن. جالبه هر وقتی هم که اینا را رجبه از ما میگیره من فیلماش الان درست که زنم تصویرشو دارم. یه تعداد ساکی از این ساکای سامسلت از این دستی ها پر میشد، رجبه اینا را میگرفت درستش و بعد عدالت بار در میاد رو سن میگفتش که اینا را میبرم نشون امام زمان بدن بفهمه با کی طرفه، بعدش هم اینا را میبرم تهران، فردا میبرم نازیاباد، جوادیه، میگم ببینید فرزندان شما اینا بودن، این برگاره دادن. حالا همون برگاهی که در اوج صداقت، در اوج واقعا پداکاری آدم ها میدادن، بعدم سر از نشریات فرقه دارم. من خودم یه تعهدنامه تو لیبرتی داده بودم، اون زمانی که اون تعهدنامه داده بودم گفته بودم آقا من میمونم با همین شرایط. بعدش اینو اومده بودن با یه خط خرچنگ قورباغه‌ای نوشته بودن یه چیزایی برای من با یه امضایی که نگاه بکنین مالی یه نفر یک اینگار سواد، یا مثلا فرض کن دو کلاس اکابر امضا کرده میشه بوده، همونی که میخواست برای نشونه امام زمان بده و امجدی و نازیاباد و نمیدونم جوادیه ببره، بعدا سر از این نشریات 2000 فرقه در آورد، از این سایت فرقه در آورد،
به عنوان در واقع سندی که من به سوگند خودم به این فرقه پشت پا زدم. آقا جون من یه زمان انتخاب کردم که این فرقه اومدم، جرم کردم، بعدشم دوست نداشتم که این فرقه بمونم. آقای آزاده ببخشید، شما 4 تا عکس برای من فرستادید، میخوام فراموشتون نشه. یکیش عکس همین رجوی هست نشسته با خمینی و اینا، اگه خودتون میخواین توضیح بدید به اصطلاح نشون بدید. اون آقای عبدی رو نشون بدید که بنیانگذار اون آقای بله آقای عبدی این بله که اون عکس زندانشون هست که با روزنامه نشسته. بله این آقای نیکبی در واقع از بنیانگذار این سازمان مجاهدینه که رجوی اسم اینو از تمام کتب و جزوات سانسور کرد. الان کجا هستن؟ یا الان ایشون من توضیح دادم که در همین امسال فوت کردن ایشون. خب خدا رحمت به تکلیف سرطان. بله دو تا عکس دیگه هست، یکی 3 نفر هستن. بله اون عکس 3 نفر در واقع همون بنیانگذاران سازمان هستن، حریف نجات، سید محسن و بدین زدگان که در جریم مدعی است که اینها در واقع سازمان رو بنیانگذاری کردن، در صورتی که این سازمان توسط 4 نفر بنیان گذاری شد. علی اصغر بدیزادگان در سال 45 به این جمع 3 نفر پیوسته. بله یه عکس دیگه هم هست که 2 نفر، یه نفر هست عکس زندانی. بله اون عکس رنگی هست، اون عکس آقای نیکوین، عکس در واقع اواخر زندگیش هست. نه این رنگی نیست، این عکس زندانی است که شماره گذاشتن. اون عکس زندانیه که شماره فلک داره، اون همون عکس آقای در واقع عبدیه. بله بله خب مال جوونیاش بوده. خب بله. من ممنونم از شما. 2 تا سوال دیگه باقی مونده ولی وقت آنچنانی نمونده، یه مقداری سریع‌تر لطف کنید. یکی پاسخی به یاوه‌های رجوی، حالا ایشون اینقدر یاوه گفته، وقتی می‌نویسید یاوه‌های باید بگیم منظورتون یاوه کدوم سال کدوم برنامه است. و دیگری هم هست پیام‌های رجوی از سر استیصال و درماندگی. خودتون لطف کنید درباره این دو موضوع تا جایی که لازم میدونید صحبت کنید. بفرمایید. بله ما همیشه با شما وقت کم میاریم، حالا انشاءالله فرصت های بعدی. خدمت شما عرض کنم که در واقع هر از گاهی یک کمیسیون بی صاحبی که معلوم نیست اصلا چی هست، مثل بقیه کمیسیون های در واقع تشکیل این شورای دستاز فرقه رجوی، یه اطلاعیه های می در واقع به عنوان کمیسیون امنیت و ضد تروریسم. خود این فرقه سر تا پاش تمام ماهیتش یه فرقه تروریستی، یه فرقه جنایتکار، یه فرقه که بدترین ظلم و فشار رو نسبت به اعضا و افراد خودش داره روا میکنه. همین الان ما هم که داریم اینجا صحبت میکنیم، ما نفرات همین جریان بودیم. همه این اتفاقات و همه این داستان و همه این زندان ها و این شکنجه ها و این مسائلی که داریم صحبت میکنیم، همه ما داریم صحبت میکنیم. کسی که از غیر و خارج از این جریان که صحبت نمیکنه. فرقه ای که واقعا باید در این شرایط به طور خاص در رابطه با همین پروژه ننگین سال 1373 زندانی، قتل و شکنجه افراد باید دادگاهی بشه. تمام مسئولین زندان، تمام شکنجه‌گرها، الان یه تعدادشون در آلبانی، یه تعدادشون هم در این در واقع لونه تروریستی این فرقه در اوبر هستن، اوبر سرباز شمال فرانسه. خب اینا باید دادگاهی بشن، اینا باید رسیدگی بشه به اینا. بابا الان کلی جنایتکار جنگی توی کشورهای بالکان، جنایتکارهایی که توی سربستان توی یوگسلاوی سابق اون همه جنایتی کرده بودن، بعد از سالها محاکمه و دادگاهی شدن. واقعا باید این سران جنایتکار و مشخصا رجوی که الان معلوم نیست زنده است یا مرده است، همسرش هست، بذارید تمام اون مسئولینی که دستشون در این جنایت، در این خونا، در این شکنجه بوده، باید بیان پاسخ بدن. دیگه گذشت اون دوران عراق و صدام و اون دورانی که رجوی کرد به کمرش میبست، فکر میکرد که فردا
سلطنت توی ایرانش است. اون دوران گذشت. این مسخره بازی ها و این مثل عوام فریبی ها و شیادی هایی که هر روز میان با اسامی نمیدونم مختلف و با افراد مختلف و با سایت های عجیب غریب ها میان افراد رو متهم میکنن، اینها با این کسافتکاری هاشون نمیتونن بر اعمال کسی پیشون پرده پوشی کنن، اونا رو بگوشونن، همچه چیزی امکان پذیر نیست. من به یه موردش اخیراً اشاره کنم چون وقتم نیست. ببینید یه اطلاعیه جدیدن این فرقه داده، انگار که الان یک سری اطلاعات سیکریت و به کلی سری از توی اطلاعات ایران نفرات این فرقه که اونجا بودن نفوذی آوردن دادن به این کمیسیون یواشکی بدون فلان. بعد این الان داره چیکار میکنه؟ این الان داره اینا رو افشا. یک نفر به عنوان دبیر نمیدونم اول نمیدونم یا مسئول سفارت یا سفیر رژیم ایران در آلبانی، معمولا هر کس تا اونجایی که ما میفهمیم هر کس تو هر کشوری به عنوان در واقع کاردار سفیر دبیر اول دبیر دوم تو هر کشوری میره، میرن اونجا خودشون رو معرفی میکنن، یه قانونی داره میرن اونجا استوارنامه‌هاشون رو میدن. ما فیلماشو تو تلویزیون دیدیم، خود من شخصا دبیر نبودم. این سفیر اومده تو ایران خود توی آلبانی خودش معرفی کرد، یک دفعه اینا انگار که مثلا فرض کنید که یک اطلاعاتی به پلیس سری دسترسی پیدا کردن، اومدن اعلام کردن شخصی به نام کلام قبلا در اتریش بوده، نمیدونم در وین بوده، اونجا این به عنوان در واقع نیروی اطلاعات سپاه قدس بوده، الان به خاطر اینکه ما رو زیر نظر داشته باشه به خاطر ما این اومده الان تو آلبانی. جالبه یه نکته بگم بیشتر به جوک شبیه، یه بار این آمریکایی‌ها صحبت میکردن میگفتن بابا این مجاهدین از بس میگن پاسدار ایران پاسدار ایران رژیم ایران، ما اول فکر میکنیم زیر هر درخت اوکالیپتوسی که توی این قرارگاه هست یه دونه پاسدار رو جا، بعد بهشون گفتیم بابا جون اینقدر شما میگین پاسدار اینقدر میگین رژیم فلان، ما تمام این مرز ما داریم کنترل میکنیم از زمین و هوا و رادار و با هواپیمای بی‌سرنشین و با همه امکانات فنی، اونم آمریکا خبر خودت از این خبرا نیست که شما دارین میگین. ما فکر میکردیم که اومدن این رژیم رو تمام قرارگاه شما رو گرفتن زیر هر درخت نمیدونه پاسدار مسلم هست. به جوک و مسخره به اینا میگم. آخه باز همینم اگه تازه همینم صحت داشته باشه نشون دهنده اینه که این سازمان ارزه و وجود نگهداری و پاسداری از یک جای کوچولو به نام اشرف یا لیبرتی رو نداشته. حالا چجوری میخواد ایران رو نگه داره؟ ضمناً برای که شما خستگیتون در بره و تشکری هم کرده باشیم از آقای مصطفی محمدی، هم به خاطر اون فیلم خوبی که درست کردن هم به خاطر اینکه با ما هستن در برنامه، ایشون نوشتی که زنده باشی آقای آزاده، که بعد از سالها تجربه و آگاه شدنشون تونتون حالا دارید فرقه تروریستی رجوی را افشا میکنید و من به عنوان پدر از شما تشکر میکنم و شما در این سالها به من پدر که دخترم سمیه اسیر فرقه هستش کمک و همراه بودید و تمام خاطرات را تمام خطرات را به جانتون خریداری کردید و با ما حتی به مقر فرقه تروریستی رجوی در اوورسورواز هم همراهی کردید. ایشون از شما تشکر کرده، منم به عنوان خودم به عنوان یه ایرانی بارها از شما و دوستان دیگه تشکر کردم که میاین اینها رو میگید و مثل دیگران که حالا که آزاد شدن یا جدا شدن دیگه نمیگید ما اگه بریم یک سری آدمایی میان بهمون توهین میکنن تهمت میزنن اینها و به خاطر اونها بریم مخفی بشیم. همین که این شهامت و شجاعت رو دارید ما به نوبه خودمون ممنونیم از شما. من ساکت میشم، شما بفرمایید و دوستان عزیز شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید مهمان کانون آوا باشید. اینها همیشه گفتن دعوت میکنن تماس بگیرید تا ترتیبی بدن که شما هم در این برنامه ها صدایی داشته باشید و صحبت شما رو دیگران هم بشنوند. بفرمایید. با تشکر از شما و از آقای محمدی عزیز، تو همین رابطه اومدن گفتن سفیری دبیر اولی دبیر دومی تو آلبانی عوض شده، همچی فردی با این سابقه اومده این
میدونم پاسدار بوده، اطلاعاتی بوده، الان اومده تو آلبانی به خاطر ما. بعد حال جالبه، اومدن در رابطه با این فرد نوشتن، وسطش اومدن گفتن که این فرد در دهه 90 در رفت آمدهایی که از اتریش و وین به فرانسه داشته با بنده و آقای حسین نژاد هم ارتباطات داشت. اولا که موسیو نادان دهه 90 میلادی میشه سال 1370 شمسی، بنده در اشرف بود. خدمت شما عرض کنم اگر بگی که در دهه 90 خورشیدی شمسی هست، بنده تا سال 1391 دلیل رسی میدم. ایزن همینطور آقای حسین نژاد واقعا دروغ حدی داره، واقعا شانتاژ حدی داره، یعنی واقعا این فرقه اینقدر بی‌آبروست، اینقدر دروغگوست که فی‌الواقع هیچ کس در خارج از کشور هم دیگه به گفته های این، یعنی در واقع هیچ بیننده، واقعا هیچ بیننده نداره. واقعا شما نگاه بکنید تمام فیلم هایی که این فرقه مال رهبریش اومده تو یوتیوب گذاشته، باور بکنید که بعد از چندین ماه به 200-300 نفر نرسید. نفرات دیگه شون که حالا نفرزی میکنن، بعضی وقتا میان فیلم میزنن تو یوتیوب، مال اونه که دیگه همین ماکزیمون به 50-60 بیشتر نرسید. ولی من خودم یه مقاله تو بالاترین گذاشتم، با خدا توی کمتر از یک هفته نزدیک به 16,000 نفر این مقاله بیننده داشته. ببینید چرا؟ به خاطر اینکه ببین ما اون چی که میگوییم که به اصطلاح زائده ذهن و اندیشه خودمون نیست، که ما اون چی که دیدیم، اون چی که بر ما گذشته، اونها رو داریم بیان میکنیم. من در تمام این دو ساعتی که با این تلویزیون صحبت میکردم امروز، هر اون چیز که با چشمهای خودم دیدم، هر اون چیز که با گوشهای خودم شنیدم، اونها رو اومدم بیان کردم. حتی خیلی جا هم رعایت میکردم که یک جایی یک موضوعی رو در واقع بیشتر، یعنی یه وقت چیز نشه، اشتباه نشه، یه وقت غیر واقعی نباشه. بنابراین این اطلاعی هم که دادین دوستان عزیز، آقایون فرقه مزدور مافیا و جانیان و مزدوران سعودی که دل خوش کردین به ترام، که ترام شما رو بر تانک سوار کنه و فردا شما رو در میدان آزادی پیاده کنه، فعلا با وعده و وعید افراد اسیر در آلبانی رو فعلا سرشون گرد کرده، گفتیم تا به همه 1397 ثبت کنیم، اگه اون موقع خبری نشد بعد هم که خواست بره، کسی که داره از این ستون به اون ستون داره نیروهاش رو جابجا میکنه، کسی که صداقت کمترین صداقت با نیروهاش نداره، کسی که محرمش مردم ایران نیروهای تشکیلاتی خودش نیستن، بلکه محرمش ژنرال‌های سابق و سناتورهای سابق و نمیدونم نمایندگان سابق هستن. شما میخواین فردا در ایران جایی داشته باشین؟ جنبش دیماه 1396 نشون داد که تاریخاً و ایدئولوژیکاً ملت ایران شما را به زباله‌دان تاریخ انداخت. در بیش از 140 شهر در ایران اعتراض شد، تظاهرات شد، در یک کشور، در یک شهر به عنوان نمونه یک جا در رابطه با این فرقه کسی نه شعار داد، نه پلاکارد بلند کرد، نه حرفی زد. آقای سوربی، با تشکر از شما و از فرصتی که امروز به من دادین و با تشکر از بینندگان عزیز که دونستن به صحبت‌های ما گوش بدن، و با تشکر از همه دوستان عزیزی که لطف کردن و همراه ما بودن، امیدوارم که در فرصت دیگه بتونیم در خدمت بینندگان تلویزیون شما باشیم. بسیار ممنونم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، آخر هفته خوبی داشته باشید. مرسی، خیلی ممنون که با ما بودید. خب دوستان عزیز، با آقای عیسی آزاده بودیم. همونجوری که خدمتتون گفتم، بعد از برنامه هم میتونید هم از طریق ایمیل، هم از طریق
تلفن، هم از طریق تکست، هم از طریق فیسبوک، درست برعکس سازمان مجاهدین که از هیچ طریقی شما نمیتونید باشون تماس بگیرید، با این دوستان در تماس باشید و اگر سوالی دارید بپرسید، اگر نظری دارید مطرح کنید. برنامه رو پی میگیریم و این ویدیو هم تا یکی دو ساعت دیگه روی یوتیوب به عنوان بایگانی و هر روز از تلویزیون مردم بازپخش میشه تا هفته دیگه جمعه آینده که با دوست یا دوستان دیگه‌ای باشیم. روز روزگار بر شما خوش.